بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد فی الاولى والآخره. گرامی بندگان الله تعالی، خانم آقایون سلام عرض میکنم. تشکر میکنم از سرور با عظمتمون، پادشاه و دوست بی انتها گرامیمون الله تعالی، که باز توفیق داد همگی با هم این بنده هیچ الله تعالی و شما خانم آقایون با هم در کلام او تفکر کنیم، راجع به او صحبت کنیم و خواهان نزدیکی به او تعالی باشیم که بسیار خواهان نزدیکی به ماست. ای خوشا بر ما، ای وای بر ما که اگر به اون ندای محبت آمیز او جل جلاله جواب مثبت ندهیم. اما بعد خانم آقایون، قبل از اینکه شروع کنم چند دقیقه صحبت کنیم راجع به بعضی از مسائلی که دوستان مطرح فرمودند. محبت میکنن با ایمیل یا پست الکترونیکی یا با تلفن یا رو در رو در اینجا هستن اظهار نظرهای میفرمایند. ببخشید، راجع به برنامه ها، یکی این است که این سخنان بسیاریش تکراری است و ما راجع به مسائل دیگه اسلامی هم صحبت کنیم. سخن بسیار معقولی است که میگویند، درست است، ولی توجه بفرمایید، جمعیت ایران الحمدلله رب العالمین بیش از 70 و چند میلیونه و از این 70 و چند میلیون شاید 70,000 نفر هنوز نشنیده باشند این مسائلو. خانم آقایونی که دیدن در تلویزیون های قبلی، در تلویزیون پارس و بعد شبکه 1، کانال 1 و بعد دوباره پارس، ما این مسائل رو بحث کردیم و الان هم در تلویزیون رنگارنگ صحبت میکنیم. حتی بعضی از خانم آقایون ایران بودم از من شنیدن، براشون تکراری میاد. ولی توجه بفرمایید که ما باید به مردم ایران همه برسونیم، چون اسم برنامه پادشاهی خداست، حکومت واقعی اسلامی، اقتصاد اسلامی، روابط فرد و جامعه در اسلام، همه و همه و همه بر محور یکتاپرستی دور میزند. چه زیبا میگویند داستانی رو که اگر درست باشد و میتواند درست باشد، چون از حضرت علی ابن ابی طالب، این شاگرد برجسته رسول خدا، چنین مطلبی کاملا برمیاد و مورد قبول و محتمل کامله، که در حین جنگ که فرمان حمله صادر شده بود یا داشت صادر می شد، می پرسد از او کسی بر من وجود خدا رو اثبات کن. با استغفار در پیشگاه خدا می گویم، چون وجود او بدیهی و عیانتر از هر عیانیست، وجود ماست که احتیاج به اثبات می خواد. دیگران اعتراض کردن، ای بسا ما هم بودیم اعتراض میکردیم، العیاذ بالله، البته از این سخن، که الان چه وقت این بحث. علی فرمود مگر ما نبا برای همین داریم مبارزه میکنیم، و طرف رو صدا زد و شروع کرد به استدلال برای او. و چقدر انتخاب درستی کرد اون خلیفه بزرگوار، امام عادل، پیشوای خدمتگزار الهی. حال خانم آقایون، تمام بحثای ما بر محور توحیده. قرآن فرمایش میکند کسانی که اگر به آنان در زمین قدرت بدهیم چیکار میکنند. انشاءالله راجع به هدفهای دولت و حکومت در بحث حکومت اسلامی صحبت خواهیم کرد، که دنیا چی میگه، انبیا چی میگن. بله، کسانی که نماز رو به پا میدارند، یعنی بهشون قدرت بدیم در زمین نماز میخونند، موانع از سر راه ارتباط خدا با انسان برداشته میشود.
و البته مشخصات اون جامعه هم برای ما شعر میده. جامعه ایست که در اون به نحو کلی عرض کنم و عرض شده از قبلن رفاه و امنیت، رفاه اقتصادی و امنیت سیاسی وجود دارد و جامعه ایدئالیست، جامعه مورد واقعا آرزوییست که جز در موارد نادری در تاریخ برپا نشده، انشاءالله باز برپا بشود به توفیق خدا. شما خانم آقایون و این بنده الله تعالی با هم چنین جامعه ای رو دست در دست و دوش به دوش برپا کنیم به امید خدا. بحثای متعددی خواهیم داشت، ما مرتبا به علت وقت از وقت مناسب نداشتیم یا داشتیم، ولی ناگهان مشکلات فنی پیش اومد، مشکلات اداری پیش اومد برای تلویزیون، ناچار شدیم که از تلویزیونی به تلویزیون دیگر بریم و از همه اون آقایون متشکر هستیم. ولی الان ما در تلویزیون رنگارنگ به اذن الله تعالی وقت بسیار مناسبه و قیمت بسیار مناسبه و جناب آقای داورم میبینید هر بار لطف میکنند به ما وقت اضافه هم میدند و بسیار بسیار از ایشون متشکر هستیم. این است که انشاءالله ما برنامه رو ادامه میدیم و به بحثای حکومت اسلامی، اقتصاد اسلامی، قضا در اسلام یعنی قضاوت در اسلام، حکومت در اسلام، حقوق زن در اسلام و سیاست اسلامی، آزادی در اسلام، تمام اینها رو بحث خواهیم کرد انشاءالله تعالی و مقدم بر اونا نبوت در اسلام، قیامت در اسلام، وحی چیه، قرآن کریم راجع به روز رستاخیز چه فرمایشاتی دارد و مسائل بسیار دیگری انشاءالله تعالی. منتها خانم آیونم همت بفرمایند، ما مدت زیادی است داریم سعی میکنیم پیپل رو را بندازیم و متاسفانه مرتبا با اشکال برخورد میکنه که خانم آیون بتونن از ایران هم به ما کمک کنن از طریق کامپیوتر به اصطلاح پول به از طریق رایانه پول به حساب بریزن که ما به تلویزیون بدیم. عرض شود و اونا که در خارج از ایران هستن بدونن این یک جهاد واقعیه، جهاد به معنای واقعی کلمه و مثل نماز واجبه. به قرآن مراجعه بفرمایید، ما داریم حق رو بیان میکنیم، قرآن رو بیان میکنیم، اسلام واقعی یعنی قرآنی رو بیان میکنیم. نباید این ندا و این صدا خاموش بشود. تقاضا میکنیم از خانم آیون از هیچ کمکی، هر چقدر که میتونن، 10 دلار، 10 میلیارد دلار، هر چقدر میتونن خودداری نفرمایند. 10 دلار هم 10 دلاره و کمک میکند به این برنامه ها به اذن الله تعالی که بتوانیم. در قبلا هم گفتم ما در 50 دقیقه که قبلا داشتیم اما الان رسما 1 ساعت 60 دقیقه و عرض کردم آقای داور مرتب اجازه میدن ما فراتر از اون بریم، حالا بگیم 60 دقیقه، با 60 جبهه باید بجنگیم. تلویزیون های متعدد، رادیوهای متعدد در اروپا و آمریکا، خانم آیون، به دروغ علنی و آشکار و بسیار رسوا بر علیه اسلام میپردازند. یعنی الان اگر کسی بگوید که خود من که دارم با شما صحبت میکنم مثلا ایرونی نیست، که البته هستم و 100% و خدا رو شاکرم، بگوین بعد اهل یک جای دیگه از فارسی رو خوب یاد گرفته، خب این را به جایی دارد کسی سوال کند بگن اینطوری یا نه، و ما هم توضیح میدیم میگیم اینطور نیست، جد اندر جد اندر جد از جانب پدر و مادر ایرونی هستیم و ایرونی هستم من. ولی کسی بگوید فلان کس 2 تا شاخ هم رو سرش داره، میلیون ها نفر دارن میبینند این برنامه رو و ما رو دارن میبینن، دروغ، این دروغ بسیار بسیار رسوایی خواهد بود. خانم آقایون، دروغ هایی که بر علیه محمد و اسلام و علی و قرآن میسازن از این رسواتر و آشکارتره، ولی عده‌ای باورش میکنن و ما داریم با تمام این جبه ها، هر کس از خطی، یکی ضد زردشت است به خیال خود از خط زردشت توبت میکند از دید او به اسلام میتازد، کسی به خیال خود مسیحی است از دید مسیحیت، کسی مارکسیست است از دید مارکسیسم، مرتبا در حال دروغ سازی بر علیه اسلام هستند و آیه سازی و تاریخ سازی
با آیاتی که در قرآن اصلا وجود ندارد. خب ما باید با همه این جبهه بجنگیم و مبارزه کنیم، حقو برسونیم. بیاری شما خانم آقایون احتیاج است. رهبر بسیار بزرگ دیگر ما عیسی مسیح صلوات الله و سلامه علیه فرمود در قرآن کریم که من انصاری الی الله، چه کسی من رو در راه الله یاری می کند. این شاگرد درجه هزارم ایشون و درجه هزارم برادر ایشون در نبوت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیهما و علیهم اجمعین به عنوان یک برادرتون، دوستتون، رفیقتون همین جمله رو که موظفه بیان میکنه که من انصاری الالله، چه کسی من رو برای خدا در راه خدا یاری میکند. که ما با هم بریم و آیین خدایی رو یاری کنیم که احتیاج به یاری ندارد و ما و همه هستی محتاج یاری اوست.